وقتی من یه سوالی در مورد مقام عظما ازتون میپرسم، خواهش میکنم لطفاً رعایت ملاحظاتی بکنین، همینطوری نگین. منو که میکنم، اصلا تو گل گفتی، ولی حیف که کمی تا قسمت این طرف اون طرف شل گفتی. ناچس، ولی تو انگاری خودت هم یه چیزیت میشه ها. من کی جلوی دوربین به مقام عظما یه چیزایی گفتم؟ من اگه داستان منقل و وافور و علاقه ایشون به خانواده جکسون میگی که ایشون رو همه میدونن، اگه داستان اینه میگی که تو نظام کسی به حرفاشون اهمیتی نمیده، خب اینو که همه میدونن. آی دکتر، اگه برنامه داره شروع میشه سه نشه، خراب نشه. تو نظام الهی ما برعکس همه جای دنیا که با دوز و کلک و حقه‌بازی کاراشون رو پیش میبرن، اصل بر شفافیته نه دروغ، اصل بر اقتداره نه ترس، اصل بر حفظ عزت و احترامه نه خفت و خاری. حالا اگه یه جای میبینین خلاف اینیه که گفتم، خورده نگیرین، استثناء است. مثلا اگه دیدین آقا محمودو که با 1000 تا افن طلب رفت ایتالیا و با 2000 خفت و خاری در حالی که پیروزی بزرگی برای نظام کسب کرده بود برگشت و در عراق هم همینطور، در دانشگاه کلمبیا هم همینطور، ندیده بگیرین. نمیخواد از من بپرسین که چرا مثلا تو همین ایتالیا اینطور از نمیخواد بگی، نمیخواد بگی، چون که نه من و نه این بزن بهادر هیچ کدوم نمیتونیم و نه اجازه داریم به این چیزا فکر کنیم یا راجع بهشون حرفی بزنیم. سب کن بیدن ناکس، سب کن بزن کنار ناکس نالوتی. تو که لال نمیشی، کاش من کر میشدم سلطه نمیشتفیدم. مهمون دعوت بکنی که عزت و احترامش بکنی، یک تیک پارش بکنی، پرتش کنی این طرف اون طرف. اگه همین حالا خبر مرگ مقام عظما رو بردارم بیارن، خبر تیکه تیکه شدن آقا محمود رو بردارم بیارن، من نمیذارم این دو تا پایه استراتژیکی آقا و دکتر از بزن بادر وردارین ناکس. اینو بذارن تا برات روشن شه، هیچ شب خنده برات نمیکنه. تو زمونه ای که هر پاسدار و بسیجی دوزاری اسم شده یه ترلی، هر کی پاش تو نظام باز میشه یه سرداری، یه دکتری، یه آیت اللهی، یه آیت الله العظمایی، هیچی نباشه، هیچی نباشه، یه حجت الاسلام و مسلمینی به خودش میچسبونه، تو برمیگردی میگی این بزن بهادر ناکس، نکنه خودتو گذاشتی جای مرحوم ابوی، خاک اندازم دسته داره، اون وقت من یک آقای دکتر اول اسلام نداشته باشم ناکس. آقای دکتر بزن بهادر، عاجزانه ازتون میخوام منو ببخشین، اصلا آقا و دکتر که مفروضه، شما هم دکتر هستین هم آقا، اینو که همه میدونن. واقعا من میخوام ازتون که اینو ندیده بگیرین، چون این حمل بر صمیمیت من با خودتون بکنین. والله من اشتباه کردم، غلط کردم که بخوام به شما بگم که بزن بهادر شما آقای دکتر بزن بهادر بوده هستین و خواهین بود. شرمنده اخلاق ورزشکاری و چیستامت هستم. حیف که بخشندگی از سر و کولمون داره میره بالا، وگرنه یه جواب تندی بهت میدادم، اینجوری با صبر و تحمل برخورد نمیکردم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که بخشندگی تو مثل گله که لهش هم که بکنی باز زیر کفشتو خوشبو میکنه. تو اینجا والا له و لورده کردی، ولی برنامه تو خوشبو کردی. برو ببینم چه سوالایی داری. آیه دکتر بزن بهادر، یه بسیجی نوشته که من از همون اولی که بسیج را افتاد رفتم تو بسیج و تا همین الانم با بسیج بودم، ولی اخیرا یه سوال استراتژیکی برام پیش اومده که به بسیجی بودن خودم شک کردم. از آقای دکتر بزن بهادر میخوام که منو از این مخمصه بیرون بیاره. سوال اینه که با این اوضاع احوال دنیا که هر روز یه مصیبتی سر نظام میاد، نظام ما کجا میره؟ بسیجی هرچی کودنتر باشه استراتژیکی تره. دلیلش هم اینه که همین بسیجیه این همه سال تو بسیج مونده. الان حتی اونایی که بسیج درست کردن خودشون دیگه بسیجی نیستن، یا بالاتر رفتن یا در رفتن، یا اول بالاتر رفتن بعد در رفتن. این تازه تو مخمصه ریزش گیر کرده. تازه داره میپرسه نظام کجا میره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یکی داشت تو خیابون میرم خسته شد، رفت در خونه پرسید که ببخشید این خیابون کجا میره. یارو بهش گفتش که والا من 30 سال توی خیابون زندگی میکنم، تا حالا ندیدم جایی بره. حالا تو هم بعد 30 سال اگه نفهمیدی که نظام ما کجا میره، بهتره بریزی بری دنبال کارتون دیگه، از این عدد فاره دوزاری برای ما در نیاری.